آدینه 20 اسفند ماه 1395 خورشیدی برابر است با 10 ماه مارچ 2017 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا گوش فرا داده اید، صمیمانه ترین درودهای من به همکار خوبم آقای سپهر رو بپذیرید. هفته پیش بعد از 10 سال که رفته بودم به عمق کشور مکزیک با یکی از همکاران جوانم که وقتی که خیلی جوان بود و کارهای ساختمانی میکردم با من همکاری میکرد و امروز برای خودش یک یلی شده اونجا و مزرعه‌ای درست کرده و کارهای بسیار سازنده برای خودش و خانواده‌اش، این بار بعد از 10 سال رفته بودم به مکزیک. منتها مکزیکی که مجاور ما نیست، اینجا شهرهای نزدیک کالیفرنیا بیشتر توریستی هست و اون واقعیت مردم مکزیک رو نشون نمیده و اون شرایط زندگی اونها رو به اون صورتی که هست نشون نمیده. در طی این مدت ترقی که کرده اون منطقه به قدری جالب توجه هست که حد نداره. من تعداد زیادی ویدیو گرفتم که در یکی از فرصت ها اگر که بتونم اینها رو با شما در میون میگذارم بهتون نشون میدم. و یکی از مسائلی که بسیار بسیار من رو تحت تاثیر قرار داده همیشه و این همگانیست در اون کشور، مردم این کشور بزرگ، کشور وسیع هست که خیلی خیلی صمیمی، خیلی با همدیگه دوست، بدون اینکه همدیگه رو بشناسن به مجرد اینکه به همدیگه میرسن شروع میکنن به خوشوبش کردن و حتی شوخی کردن و انگار که سالها همدیگه رو میشناسن. و شادی، موسیقی، آواز، رقص جزء لاینفک زندگی اینهاست. خوب زندگی میکنن، خوب میخورن، خوب میپوشن و این مسئله‌ای که اشاره کردم خدمتتون، این شادی رو که در این مردم وجود داره خیلی خیلی متاسفانه در بین ما ایرانی ها کمه. شاید سالیان سال مسائل مذهبی باعث شده که ما بیشتر با غم و عذاب و این گونه مسائل خو کردیم و این مسئله باعث شده که ما به این صورت زندگیمون ادامه پیدا بکنه، موسیقیمون غم داشته باشه، شعرمون غم داشته باشه و از مصیبت صحبت بکنه و اونها اینطور شاد و خرم و عرض کنم بی نهایت راحت با همدیگه باشن. خب من خبر رو شنیدم که در گفتگوی تلفنی که کردم با آقای مسعود سپند، اون رو خواهید شنید و بعد ادامه صحبتم با آقای منصور فرهنگ خواهد بود. با ما باشید. بینندگان گرامی، متاسفانه یکی دیگه از همکاران مطبوعاتی ما رو ترک کردن، آقای سخاوت علیزاده. من این شانس رو داشتم که مدتی خیلی وقت پیش در اوایل حضورمون در امریکا و در غربت با ایشون همکاری داشته باشم در رادیوی تهران که با همت آقای قائم مقامی شروع به کار کرده بود. یکی از دوستان نزدیک و همکاران نزدیک سخاوت علیزاده، آقای مسعود سپند، روی خط ما هستن. سلام میکنم از راه دور و ممنون میشم اگر توضیحی بدن راجع به سخاوت علیزاده و مراسمی که قرار روز یک شنبه صبح، یعنی وقتی این برنامه پخش میشه این مراسم صورت گرفته، راجع به اون هم صحبت بکنن. سلام میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه بدون اطلاع قبلی لطف کردید و دعوت من رو برای صحبت در مورد سخاوت علیزاده پذیرفتید. درود بر شما و درود بر دوستان گرامی. عرشبت که سخاوت رو من از سال 50 و 52 که ایشون تازه از پاریس اومده بود و در روزنامه اطلاعات کار گرفته بود میشناختم. دلیلش این بود که من دو سه تا دوست داشتم، گاه وقتی میرفتم اینها رو میدیدم و بعد دوستی من با سخاوت بیشتر از اون دوستان قدیمی تر شد و مدت ها با هم بودیم و اکثرا من
چون همسرم امریکا درس میخونه، اون موقع خانه خلوتی داشتیم و میامدن و بسیار بحث های سیاسی طولانی اینها. و جالب ترین مسئله اینه که سخاوت با وجودی که عضو هیچ حزب و دسته و گروهی نبود، ولی با حکومت شاهنشاهی بسیار مخالف بود و برعکس من، و ما بحث های دقیق جالبی داشتیم. ولی این دوستی ما باور کنیم بیشتر فقط بحث بود، و یعنی برنامه بحث بود، ولی سخاوت از حرف خودش پایین نمی اومد. انسان بسیار مقاوم و ایران پرستی بود. جالب این بود که ایشون حتی در یکی دو جلسه که قرار بود راجع به ایران و مسائل دیگری صحبت بشه، از این خواسته بودن که حرفهایی بزنه که مورد پسند اونها نبود. یعنی گفت من اول ایرانی هستم، بعد هرچی شما میخواین بگید هستم. و این بود که من عاشق این دوست عزیزم بودم و یکی دو ماه پیش اومدم اونجا و آخرین کتابشم امضا کرد با خط بسیار بسیار شکسته، در واقع نه با معروف شکسته، خیلی بد گرفتم. و به هر حال با هم بودیم و من گفتم که بزرگترین خوبی سخاوت این بود که انسان بسیار وطن پرستی بود و این موجب ناراحتی بعضی دیگر از دوستان شده بود. و به هر حال انسان مقاومی بود. ایشان هم در کلام مقاومت میکرد و هم بدنش مقاوم بود. و حدود 8 تا 10 سال پیش ایشان به اون بیماری مبتلا شد، ولی دیدیم که تا آخرین لحظه و تا آخرین باری که من ایشون یکی دو ماه پیش دیدم هنوز به زندگی امیدوار، هنوز محکم و پاورجا بود. یادش رو گرامی میدارم و امیدوارم یک شنبه که این برنامه هست دوستان بیاین و در این برنامه شرکت بکنن، برای فقط به خاطر ایران پرستی این جوان که من هرگز فراموش نمی کنم لحظاتی که این بحثای بسیار میدونین قبل از انقلاب در بله. ایران خیلی بحث‌ها فراوان بود بله بله. و ایشون در با هر کلامی که میزد ایران رو از همه جا بیشتر بله. بی نهایت ممنونم از شرکتتون در برنامه و تسلیت میگم به شما و به دوستداران ایران. خیلی متشکرم. بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه خدمتون عرض کردم، امروز مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر منصور فرهنگ هستند. بی نهایت ازشون سپاسگزارم به خاطر اینکه همواره لطف میکنن و علارغم گرفتاری هاشون دعوت من رو برای شرکت در برنامه میپذیرن. آقای دکتر سلام میکنم خدمتتون. سلام بر شما، متشکرم از دعوتتون. دکتر فرهنگ، اولا از هوا بگید اونجا چطور وضع هوا؟ سرد حسابی. بله، امروز نیویورک قراره که حدود 5-6 اینچ برف بیاد. حالا ما از پریروز اینجا تابستون برگشته دوباره. بله، نیاز داشتین بعد از این زمستون سرد. آقای دکتر فرهنگ، من میخوام یه سوالی رو مطرح بکنم که فکر کنم در ذهن بسیاری ها هست و صحبت‌های زیادی میشه، تحلیل‌های مختلف میشه، تا چه حد این تحلیل‌ها درست از آب دراد یا معکوس اون چه که میشنویم شاهد باشیم در آینده معلوم نیست، باید منتظر باشیم ببینیم به کجا میانجامه. آقای دونالد ترامپ بارها در مورد نزدیک شدن، لزوم نزدیک شدن امریکا به روسیه صحبت کرده و اخیراً هم دوباره علارغم این شایعاتی که هست در مورد هک کردن به اصطلاح مختلفی که صورت گرفت به هنگام انتخابات، یعنی مبارزات انتخاباتی قبل از نهایی شدن انتخاب آقای دونالد ترامپ، اون مسائل هنوز مطرحه، ولی آقای دونالد ترامپ اون صحبتی رو که کرده، پرزیدنت دونالد ترامپ داره ادامه میده و معتقده که نزدیک شدن امریکا به روسیه برای مبارزه با داعش و سایر مسائل و همکاری مستقیم این دو کشور یکی از مسائلی است که قبلا رعایت نشده و باید الان رعایت بشه. در این رابطه ما مسئله سوریه رو داریم که در واقع روسیه یکی از حمایت کنندگان درجه یک سوریه هست. مسئله بشار اسد مطرحه، مسئله اسرائیل مطرحه و مسئله ترکیه و
این ملاقات هایی که میبینیم که همین امروز آقای نتانیاهو ملاقاتی داشته با آقای پوتین و همه سوال میکنن که مسئله ایران این وسط چی میشه در رابطه با این ارتباطاتی که داره صورت میگیره و آیا ایران فدا خواهد شد این وسط، آیا ایران دست از کارهایی که حکومت جمهوری اسلامی انجام میده بر خواهد داشت و سوالات بسیار دیگری که مطمئن هستم جناب علی به هنگام بهش اشاره خواهید فرمود. میخواستم خواهش بکنم در این مورد نظرتون رو بفرمایید. اجازه بدید قبل از پاسخ گفتن به سوال اصلی شما این نکته رو ذکر بکنم که برخورد من با این نوع سوال ها نوعی برخورد توصیفی، تحلیلی و تا حدودی تاریخی و تطبیقیه، یعنی برخورد تجویزی و ارزشی نیست، نه اینکه اون به طور تلویحی ارزش‌های آدم توی تجزیه و تحلیل معلوم میشه، ولی هدف من نیستش که چه کاری غلطه و چه کاری باید بشه چه کاری نباید بشه، بلکه میخوام بگم واقعیات چیه، اون چیزی که هست رو ما درک بکنیم و بعد بر مبنای اون چیزی که هست ببینیم که معیارهای منطقی و تاریخی چه اجازه‌ای به ما میده که بخوام پیامدهای این واقعیت‌ها رو توضیح بدیم. در رابطه با ایران سیاست خارجی ایران رو ما باید بفهمیم، یعنی اون چیزی که هست و اون اینه که ایران در این 38 سال گذشته نسبت به منطقه خاورمیانه یک سیاست کاملا ایدئولوژیک داشته، یعنی اون چیزی که آقای خامنه‌ای شروع کرد که ما میخوایم این انقلاب رو صادر بکنیم و مرزهای ملی رو به اصطلاح معیار قرار نمیدیم، خامنه‌ای هم بارها اینو گفته و اگرچه این موضع ایران و رفتار ایران تا سال 2003 یعنی در زمان سرنگونی و صدام حسین به وسیله آمریکا با شکست مواجه شد، ولی بعد از اون این موفقیت آمریکایی‌ها در سرنگونی صدام یک امکان بسیار بی سابقه تاریخی برای ایران ایجاد کرد که برگرده به مواضع اولیه انقلاب، یعنی صدور انقلاب و کمک به گروه‌های شیعه در کشورهای عربی و مشروعیت عربستان سعودی رو به عنوان کشور سنی که رقیب ایران در منطقه خلیج فارسه به زیر سوال ببره. ولی این بعد ایدئولوژیک سیاست ایران چون یک جنبه بسیار مهم ارزشی و ضد تجدد داره، دشمنی با آمریکا و دشمنی با اسرائیل بخشی از اجتناب ناپذیر این سیاست ایرانه، یعنی حمله به کشورهای عربی خلیج فارس، به عربستان سعودی، اینها به طور اجتناب ناپذیر حمله به آمریکا و برای اینکه ایران خودش رو به اصطلاح معرف و مدافع به قول خودشون اسلام راستین قرار بده، ضدیت با اسرائیل شده بخشی از هویت رژیم ایران. ولی از منطقه خاورمیانه که میایم بیرون رژیم ایران پراگماتیک یعنی عملگرا میشه، یعنی از آغاز انقلاب ایران علاقه داشته که با کشورهای اروپایی روابط عادی تجاری و اقتصادی برقرار داشته باشه و حتی بتونه جلب سرمایه اروپایی به ایران بکنه برای سرمایه گذاری کارآفرین با چین، با کره، با ژاپن و با روسیه روابط عادی بین المللی حتی در کشورهای جمهوری های آسیا مثل آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، غیرستان، ایران تمامیش روابط معمول و عرفی بین المللی داره، یعنی استفاده هایی میکنه از اینها، آوانس هایی میده. این سیاست امروز در خاورمیانه گرفتار مشکلات و تعارضات و تناقضاتی شده و اینکه اگر آمریکا و روسیه بخوان در منطقه خاورمیانه با هم همکاری بکنن و در اونجا منافعی دارن که همکاری بکنن، امریکا و روسیه به طور اجتناب ناپذیر رقیب خواهند بود.
ولی رقابت بین دو کشور بزرگ در دنیا میتونه به موازات همکاری هایی در رابطه با مسائل خاص جهانی باشه. روسیه با همه کشورهای منطقه میخواد روابط عادی تجاری و سیاسی داشته باشه، با عربستان سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، با مصر، با اسرائیل. تمام این کشورها با روسیه روابط عادی دارند و داد و ستدهای قابل توجه تجاری هم دارند. همچنین چین. ولی این فقط ایرانه که به دلیل این ضدیت و جنبه مواضع ایدئولوژیکی که در منطقه میگیره بسیاری از امکانات رو برای خودش محدود کرده. بنابراین همونطور که شما توضیح میدادین، اگر آمریکا و روسیه بخوان با هم همکاری بکنن در رابطه مبارزه با داعش و یکی از مواضع آمریکا برای همکاری با روسیه این باشه که ایران نقشی در حل و فصل مسئله سوریه نداشته باشه، سپاه پاسداران حضوری در سوریه بعد از شکست داعش نداشته باشه و به ازای این آمریکا این آوانس رو به روسیه بدن که بشار اسد روی قدرت بمونه حداقل برای مدتی در آینده. یعنی هدف اصلی ایران که در واقع هدف اسرائیل هم هست اینه که نفوذ ایران رو در عراق و سوریه و جنوب لبنان محدود بکنن، برای اینکه روس نتانیاهو داره از این ماجرا استفاده خاص خودش رو میکنه. یعنی ایران بهترین خطا این مواضع خودش با تبلیغاتی که علیه اسرائیل نابودی اسرائیل میکنه، خامنه‌ای و خمینی میگفتن گفتن که اسرائیل قده سرطانی است که بعد نابود بشه، این موضع ایران و این تبلیغات ایران علیه اسرائیل خدمت بزرگی به دست راستی ترین عناصر سیاسی در اسرائیل کرده، به این شکل که مسئله امنیت اسرائیل رو بهش اولویت داده و وقتی امنیت یک کشور اولویت پیدا میکنه تندروترین گروه‌ها و جناح‌ها و احزاب در رابطه با دفاع اون کشور میتونن تفوق سیاسی پیدا بکنن. یعنی مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی میتونه حاشیه نشین بشه. آینده این ماجرا به کجا کشیده میشه ما نمیدونیم که به چه شکلی این ماجرا میتونه پیش بره، ولی برای من تردیدی وجود نداره که سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه به طور اجتناب ناپذیر شکست بخوره. یعنی از واقعیات و به طور کلی مسائل بسیار پیچیده منطقه هرگز اجازه نمیده که یک کشور در اون خطه بتونه دیگران رو کنترل بکنه. بنابراین تا کنون نفوذ ایران مدیون کمک‌های وسیع اقتصادی و نظامی ایران به سوریه، به حزب الله و تا حدودی به گروه‌های شیعه عراقی بوده. توانایی ایران در ادامه این کمک‌ها نمیتونه بی‌نهایت باشه و مخالفت که با این چه در داخل و چه بین المللی میشه ایران رو به طور اجتناب ناپذیر به جای میگذاره که باید دست از این صدور انقلاب و به طور کلی بخواد نفوذی بذاره روی این کشورهای منطقه دست برمیداره. آخرین نکته که بخوام بگم این رو قبلا هم در صحبتامون ما بهش اشاره کردیم، انقلابات قرن بیستم روسیه، چین، کوبا و ایران هر چهار تا میخواستن انقلابشون رو صادر بکنن ولی دیر یا زود اون سه کشور به این نتیجه رسیدن که انقلاب کالا نیست که صادر بشه و دست از اون برداشتن و شروع کردن به رفتار و کردار عرفی و معمول در حریم بین المللی. ایران هم به طور اجتناب ناپذیر به اونجا میرسه. کی و چگونه این رو آینده میتونه بگه. خیلی متشکرم آقای دکتر فرهنگ. الان این شرایطی که به وجود آمده و صحبتایی که باز آقای دونالد ترامپ کرده بود در مبارزات انتخاباتیش در مورد پاره کردن برجام و از بین بردن و اون رو یکی از بدترین و مفتضح‌ترین قراردادهایی که امریکا با یک کشور بسته قلمداد کرده بود، ولی الان می‌بینیم که بعد از اینکه خب آقای دونالد ترامپ عملا وارد گود شده و متوجه مسائلی که هست و به خصوص مشورت‌هایی که کرده با اعضای کابینه‌اش که بعضی از اونها واقعا
در مورد مسائل خاورمیانه کاملا تسلط دارن و میشناسن منطقه رو. اون مسئله کنار رفته و مسئله تحریم های بیشتر، فشار بیشتر روی رژیم ایران و بعدم گذاشتن ایران جز در درجه اول 7 کشور مسلمان و امروز یعنی بعد از تعدیلاتی که و امروز بعد از تعدیلاتی که به وجود آمد و اون حکمی رو که ایشون صادر کرده بود، دستور اجرایی رو که صادر کرده بود، تغییراتی درش به وجود آورده که تغییرات به زعم عده‌ای واقعا زیاد تغییرات عمده ای نیست، جز اینکه کسانی که گرین کارت دارن، کسانی که تبعیت امریکا رو دارن، کسانی که از قبل وضعیتشون درست شده میتونن بیان به امریکا، ولی عراق رو از لیست حذف کردن و به جاش ایران هنوز سر جاش مونده و علارغم تلاشایی که یه عده از هموطنانمون دارن میکنن هیچ تغییری به وجود نیامده. این علارغم این است که یک نفر ایرانی در کارهای تروریستی تا به حال شرکت نکرده بر علیه امریکا. چیه نظرتون در این مورد؟ اول اینکه چهره ایران در افکار عمومی آمریکا بسیار منفیه، یعنی از زمان گروگانگیری و شعارهای ایران و به طور کلی رفتار کردار ایران، بنابراین برای یک کاندیدی که مبارزات انتخاباتی میکنه موضع ضد ایران بگیره به نفعشه. حتی هیلری کلینتون در مبارزات انتخاباتی موضعی بسیار تندتر و شدیدتر از پرزیدنت اوباما میگرفت، برجام رو میپذیرفت ولی ما میگفت باید فشار سیاسی و اقتصادی به ایران ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ یک موضع سرسختری میگرفت و دست راستی ها هم براشون مورد استقبال اونها هم قرار گرفت و یکی از دلایل موفقیتش برای جلب نیروهای دست راستی و تندرو در آمریکا بود. ولی وقتی به قدرت رسید دید که نه، این برجام یک توافقنامه بین ایران و آمریکا نیست، بلکه یک توافقنامه بین المللیه که این توافق بین المللی دلیل اصلی موفقیتش سازمان ملل متحد، یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که تصمیمات بسیار مهمی علیه ایران گرفت که چین و روسیه هم رای داده بودن. بنابراین به اینجا رسید، بهش گفتن که نه، این ما نمیتونیم نفذش بکنیم برای که اتحادیه اروپا و چین و روسیه هرگز با ما همکاری نخواهند کرد که ما بخواییم فشار بیشتری به ایران بیاریم. بنابراین او برجام رو پذیرفت ولی میتونه ایران رو به عنوان کشور حامی تروریست در لیست این نوع کشورها در وزارت خارجه قرار بده و بر اون مبنا فشارهای اقتصادی به ایران وارد بکنه. ولی به نظر من این نوع فشارها هم الزاماً رفتار ایران رو تغییر نمیده، یعنی تا اونجایی که ایران الان با روسیه، با چین، با ژاپن، با کره روابط عادی داره، راه های فروش نفت ایران به این کشورها چه از طریق قاچاق، یعنی نه قاچاق به معنی که قاچاق به برای در گرفتن پولش، محدودیت هایی هست، یعنی که میتونه آقای ترامپ فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران وارد بکنه، ولی بسیار بسیار بعیده که این نوع فشارها بتونه تغییر قابل توجهی در رفتار و کردار ایران در منطقه ایفا بکنه. ولی اگر موفق بشه که با روسیه همکاری بکنه و روسیه بخواد که ایران قوای خودش رو از سوریه خارج بکنه، از عراق خارج بکنه، بیش از 2000 نفر ایران در سوریه کشته شدن و بیش از $30 بیلیون ایران به سوریه کمک های نظامی و اقتصادی کرده و باز اگر روسیه به ایران فشار بیاره که کمک های نظامی و اقتصادی خودش رو به حزب الله قطع بکنه، در اون موقع این فشارها ایران رو مجبور بکنه که از این بلند پروازی ها و تندروی ها دست برداره. ولی فشار اقتصادی و سیاسی خاص آمریکا به خودی خود نمیتونه نتیجه دلخواه رو بده و در حال حاضر نگرانی در منطقه از سیاست خارجی آمریکا اینقدر وسیعه که واقعا نمیدونن که در مرحله نهایی آقای ترامپ
چه روشی در منطقه خاورمیانه اتخاذ میکنه. امروز با مثلا با ترکیه هم همکاری میکنن، هم مخالفت دارن در رابطه با کردهای سوریه. آمریکایی‌ها دارن به کردهای سوریه کمک میکنن و کردهای سوریه دارن علیه بشار اسد میجنگن. از آمریکایی‌ها کمک‌های نظامی گرفتن، سربازان آمریکایی‌ها دارن به اونها کمک‌های فنی میکنن، آمادهشون میکنن و در ضمن دولت ترکیه همین کردها رو تروریست مینام. چرا؟ برای اینکه کردهای سوریه با کردهای خود ترکیه روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره. یعنی مسائل بسیار پیچیده تر از اونه که یک کشور و یا یک راه حل بتونه به این تنش ها پایان بده یا مسئله رو حل بکنه. اون چیزی که باز به طور اجتناب ناپذیر باقی میمونه یعنی که سیاست خارجی ایران در منطقه هیچ نفعی برای امنیت و رفاه و حیثیت جامعه ایران نداره. یعنی سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه هیچ ارتباطی با منافع ملی ایران نداره و تنها توجیهی که براش ارائه میدن توجیه ایدئولوژیکه که یه بهشت هست، یه امام زمان هست، یه حسن هست، یه حسین هست و ما شهید میشیم میریم بهشت و مهم نیست که چه بهایی برای رفتن بهشت در اینجا باید بپردازیم. این نوع شعارها و توجیهات برای بخشی از رژیم و سپاه و پایه اجتماعی رژیم هنوز برد داره، ولی این بخش یک بخش بسیار محدوده که داره روز به روز تقلیل پیدا میکنه. آقای دکتر فرهنگ، میخوام برگردم به سوالی که از حضورتون پرسیدم و اون این است که الان اسرائیل با اعراب داره نزدیک میشه، با عربستان سعودی داره نزدیک میشه، با کشورهای حوزه خلیج فارس داره نزدیک میشه، شیخ نشین های اونجا، و به طور کلی اون تصوری که یا انتظاری رو که جمهوری اسلامی داشته که کشورهای اسلامی با او همکار باشن، من عرض کردم تصوری که بوده، چون از اول معلوم بوده که شاید یه همچی چیزی وجود نداشته باشه، چون اختلافات شدیدی هست بین منافعی که این کشورها دارن با اون چه که ایران داره در منطقه انجام میده. این رو به چه صورت میبینید؟ یعنی الان خود این یه خطر بزرگ نیست برای اینکه اون عقب نشینی رو که ایران مطرح کردید ممکنه انجام بده برای اینکه با دست برداره از تبلیغات بر علیه اسرائیل، از موشک پرانی دست برداره که الان میبینیم همون جریان موشک پرانی ادامه داره و جدن دارن این رو ادامه میدن. و بعدم در رابطه با همین سوال، وضع در واقع شکننده‌ای که الان رژیم داره به خاطر وضعیت جسمی آقای خامنه‌ای، این نکات رو ممکنه که بهش اشاره بفرمایید. اجازه بدید این آخرین سوال واقعا من پاسخی براش ندارم، ولی در رابطه با کشورهای عربی، اولا ایران از روز آغاز انقلاب عربستان سعودی رو در واقع یک کشور، رهبران عربستان سعودی رو عوامل اسرائیل میدونسته، یعنی حتی کشورهای عربی خلیج فارس. یعنی ایران هیچ وقت کشورهای عربی خلیج فارس، عربستان سعودی و یا مصر رو به عنوان کشورهایی که از نظر ایران دارن از اعراب و یا از اسلام دفاع میکنن نمیدیده. اگر یادتون باشه وقتی که انور سادات ترور شد، تروریست او نامش اومد روی یک خیابون در ایران که هنوزم هست. بله. یکی از دلایلی که ایران و مصر نمیتونن روابط عادیه دیپلماتیک برقرار بکنه اینه که مصری ها میگن این رو، اسم رو باید از کشورتون، از خیابانتون بردارین و ایرانی ها حاضر نیستن. بنابراین این تهدیدات ایران علیه کشورهای عربی خلیج فارس و خصوصا اسرائیل، خصوصا عربستان سعودی بوده که این کشورها رو برای امنیت خودشون عملا نزدیکتر به اسرائیل کرده تا به ایران. و من اگر ایران بخواد این موضع خودش رو تغییر بده، با این کشورها وارد مذاکره بشه، با اینها روابط عادی برقرار بکنه و تبلیغات خودش رو علیه اسرائیل خاتمه بده، این میتونه به نفع منافع ملی ایران باشه، برای اینکه این مخارج عظیم انسانی
و مادی که ایران داره برای این موضوع میپردازه، این سرش به سنگ میخوره. یعنی به قول معروف خلایق اینجا they will be against the wall، بر ضد دیوار میجنگن. ولی تا کنون، حتی امروز، وقتی دیروز روز پنجشنبه وقتی آقای خامنه‌ای یه مقداری راجع به سیاست خارجی کشور باز صحبت کرد، گفت که آمریکا دشمن دائمی ماست و ما باید در تقابل با آمریکا هیچ نوع نرمشی از خودمون نشون ندیم. وقتی اون موضوع رو میگه، آمریکایی‌ها در کویت پایگاهی نظامی دارن، در بحرین پایگاه نظامی دارن، در کشورهای عربی، تمام کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، در واقع اینا برای بقای خودشون و استقلال خودشون متکی به جهان غرب و آمریکا هستن. بنابراین این دشمنی بدون چون و چرای آمریکا با غرب، با آمریکا، به طور اجتناب ناپذیر دشمنی با کشورهای عربی خلیج فارس هم هست، حتی اگر ایران در لفظ‌بازی‌های خودش تغییر بده، ولی در معنی و از نظر تلویحی برای عرب هیچ تغییری در واقعیت‌ها ایجاد نمیشه، که ایران داره به اصطلاح واقعیت موجود در منطقه رو مورد سوال قرار میده و میخواد تغییرش بده، حداقل در تبلیغات خودش. آیا تا کی میتونه این ادامه پیدا بکنه و ایران آمادگی به دادن بهای لازم رو هست؟ آینده میتونه بگه. ولی مثلا با امروز بانک بین الملل اعلام کرد که ایران پیشرفت اقتصادی داشته، یعنی از نظر به اصطلاح گروس نشنال پروداکتش، تولیدش، ولی نه به این دلیل که در ایران صنایع پیشرفته و یا کارهای تولیدی ایجاد شده، بلکه به این دلیل که فروش نفت ایران افزایش پیدا کرده. تحریم‌ها که برداشته شد، مشتری‌های نفت ایران زیاد شدن و کشورهایی که می‌خریدن می‌تونستن پول بین‌المللی رو به ایران بدن. از اون جهت ما می‌تونیم بگیم که به اصطلاح درآمد ایران کشور بالا رفته، ولی نه به این معنا که در کشور کارهای تولیدی و یا کمبود بیکاری در اونجا کمبود پیدا کرده. ایران واقعا بر سر یه دوراهی قرار داره که آیا برگرده به منافع اقتصادی و ملی کشور و یا سیاست ایدئولوژیک خودش رو در منطقه ادامه بده. اگر ما به خامنه‌ای گوش بدیم، مهمتر از هر چیزی ادامه سیاست ایدئولوژیک در منطقه است. اگر به کسانی مثل ظریف و روحانی گوش بدیم، حداقل به طور تلویحی اینا دارن صحبت از عادی سازی روابط ایران با جهان غرب میکنن. ولی همین دیروز خامنه‌ای در سخنرانی خودش از دولت انتقاد بسیار شدیدی کرد که شما اقتصاد مقاومتی رو نپذیرفتین. و اقتصاد مقاومتی اصلا یعنی چی؟ یعنی ایران با دنیا روابط عادی نداشته باشه. و تصویری که به نظر من خامنه‌ای از ایران داره، تصویری که مثلا ایران حدود 10-15 میلیون جمعیت داره و 80% اینها هم در دهات زندگی میکنن و اتباع کشورهایی که در شهر، بخشای جمعیت که در شهر هستن، اینا میتونن برای خودشون کار تولید بکنن. این که ایران 80 میلیون جمعیت داره، این که درآمد اصلی دولت و کشور ایران از صدور نفته و نفت در دنیا بازارش داره، رقابت در بازارش زیاد میشه، اینها واقعیاتیش که حداقل بر مبنای موازی که آقای خمینی میگیره اصلا و ابدا تأثیری روی بینش او نداشته. ولی در درون خود این رژیم افراد و شخصیت هایی هستند که این واقعیت رو درک میکنن، ولی اصلا و ابدا قدرت ندارن که بخوان اونها رو به صورت روش و سیاست کشور درن. متشکرم. آقای دکتر فرهنگ، عده‌ای از تحلیلگران و مفسرین اهم از ایرانی و خارجی معتقدند که این جریان نزدیک شدن احتمالی امریکا به روسیه، همونطور که در سوال قبلی من مطرح کردم خدمتون، باعث میشه که ایران مجبور بشه تغییر روش بشه، روش بده، و اگر این تغییر روش نده، احتمالاً ممکنه که روسیه دیگه اون ارتباطی رو که داره با ایران قطع بکنه. تا چه حد این حرف رو میشه روش حساب کرد؟
به نظر من ایران اگر روسیه با آمریکا همکاری بکنه در رابطه با توضیحی که دادم که بقای بشار اسد مربوط به اینه که ایران حضور نظامی خودش رو در سوریه خاتمه بده و کمک‌های نظامی و اقتصادیش رو به حزب الله محدود بکنه و یا کم بکنه، یعنی خواست اصلی اسرائیل، در اون موقع ایران اگر این اتفاق بیفته به نفع مردم ایرانه، به نفع جامعه ایرانه اگر این اتفاق بیفته. ولی تا کنون بر مبنای مواضعی که می توجه داشته باشیم که در ایران علارغم مواضعی بلند پروازی هایش میکنن، آدم هایی که امروز سرکارن اهل قدرت هن. یعنی اسلام و خدا و حسن و حسین و عاشورا و تاسورا ابزاری هن برای بقای قدرت. بنابراین اگر فشار بین المللی به اون جایی برسه که این ابزار قدرت نمیتونه کارایی داشته باشه، میتونه ثبات اونها یا بقای اونها رو مورد تهدید قرار بده، من تردیدی ندارم که اینا از این بلند پروازی ها و این حرف ها دست برمیدارن. ولی توجه داشته باشیم که این دولت بوش بود که در سال 2003 با سرنگونی صدام و همکاری تنگاتنگ با ایران، توجه داشته باشیم که عراق تمام کسانی که وارد قدرت شدن در ایران بعد از سرنگونی صدام حسین، اینا 20 سال بود در ایران زندگی میکردند. آیت الله هاشون، گروه البرد که 12,000 نفر بودن، یعنی این دولت بوش بود که این هدیه عجیب و بی سابقه تاریخی رو به ایران داد. توجه بعد از اینکه در نماز جمعه های ایران بعد از سرنگونی صدام، نماز جمعه ها امامان نماز جمعه میگفتن که خداوند تبارک و تعالی از شیطان بزرگ استفاده کرد که خواسته های ما رو به جا بیاره. این در اگه ما بخوایم دنبال یک نقطه عطف در تاریخ 38 ساله سیاست خارجی ایران بگردیم، این سرنگونی صدام حسین و این هدیه‌ای بود که آمریکایی به اون داد. اگر این نوع هدیه ها پس گرفته بشه، یعنی با کمک روسیه و آمریکا بیان که خودشون هم منافعی دارن در اونجا، نقش ایران رو محدود بکنن، اینا اهل قدرتن. شما فساد عجیب عجیب رژیم رو ببینین، این فساد اقتصادی وسیعی که خودشون دائم دارن باش حرف میزنن ریشه در فساد سیاسی داره. یعنی این سیاست خارجی ایران در منطقه که با منافع ملی ایران در تضاده، برای نوکیسه ها، برای کسانی که در این 38 سال گذشته میلیونر و بیلیونر شدن، برای اونا نفع داره. اینطور نیست که اونا ضرر ببینن. بنابراین هیچ بعید نیست که اگر آمریکا و روسیه همکاری بکنن و به ایران فشار بیارن که از این بلند پروازی ها دخالت ها دست برداره، هیچ تردیدی من ندارم که قدرت در واقع تعیین کننده بقا و ثبات رژیم، تعیین کننده اونا چه خواهد کرد. بنابراین میان بیرون. و من تردیدی ندارم که در اون موقع از قرآن هم برات سوره میارن و روایت میارن که محمد هم همین کار کرد، علی هم همین کار کرد، نمیدونم مالک اشتر هم همین کار کرد. طبق معمول به قول شکسپیر گفت شیطون هم میتونه از کتب آسمانی نقل قول بکنه برای منافع خودش. و رژیم ایران، خامنه‌ای و شرکا هم در نقل قول کردن از قرآن و تورات و از به اصطلاح روایات مختلف همون نقش رو ایفا میکنن که شکسپیر در این نمایشنامه خیلی معروف خودش صحبت میکنه، اینه که بله هیچ اگه اینا با هم همکاری بکنن ایران هم میزنه تو برمیگرده دنبال منافع و ثبات رژیم. آقای دکتر، الان یکی از مسائل خیلی مهمی که امریکا در موردش نگرانی داره مسئله دخالت‌های مستقیم ایران هست در یمن و در واقع به طور مستقیم و غیر مستقیم داره کمک میکنه به یمن و اون مشکلاتی که اونجا وجود داره و اون گروه های حوثی که دارن به نفع، یعنی ایران داره به اون حوثی ها کمک میکنه که در واقع
عربستان و نفوذ عربستان رو اونجا از بین ببرن. چیه نظرتون؟ اون یکی از گره های این قضیه نیست؟ نه، کمک های ایران به بسل حوثی ها یمن بسیار محدوده و اگر ما به یمن برگردیم جنگ های یمن برمیگرده به دهه 60. در اون موقع همین جالب شیعه ها و سنی های یمن که قبائل مختلف وارد جنگ شدن و در اون موقع ناصر 80,000 سرباز به اونجا فرستاد و آخرم به فاجعه عظیمی بار اومد، دو تا کشور تشکیل شد. خیلی جالبه که در اون زمان عربستان و سعودی از همین شیعیان عراق یمن حمایت میکرد. نمیگم که ایرانی ها کمک نمیکنن، بعضی از رهبرانشون رو دعوت کردن به قم و در اونجا به اصطلاح از نظر فکری اینا رو تحت تاثیر گذاشتن، ولی ریشه های این جنگ داخلی در خود یمنه و رقابت هایی که بین عربستان سعودی و گروه های مختلف در اونجا وجود داره. اینه که ایران هر انتقادی که بخوام در این مورد بهش بکنیم نقش اساسی در اونجا ایفا نمی کنه که بود و نبودش بتونه تأثیر روی سرنوشت یمن داشته باشه. آقای دکتر، این مخالفت، یعنی در واقع ممنوعیت موقتی رو که آقای دونالد ترامپ یک بار در نظر گرفت و اون دستور اجرایی خودش رو صادر کرد و این بار همونطور که ضمن صحبتمون اشاره کردم تعدیلاتی درش به وجود آورده و ایران هنوز جزء اون کشورهایی است که تبعی ایران نمیتونن به امریکا بیان، این رو به چه صورت میبینید؟ تا چه حد به ضرر مردم هست؟ تا چه حد در واقع این رو منطقی میبینید؟ از جهت میدونم که اشاره کردید به اینکه شیطنت هایی که جمهوری اسلامی میکنه موجب شده که او در واقع جزء اون لیست قرار بگیره، علارغم اینکه سابقه کارهای تروریستی در امریکا به هیچ وجه ایرانی ها درش اینوالو نبودن. البته یک بار بودن اوائل بله. انقلاب آقای طباطبایی به وسیله یک آمریکایی که بعدن رفت ایران و در اونجا قهرمان ازش ساختن او رو ترور کرد در واشنگتن دی سی. طباطبایی که سخنگوی بله. سفارت ایران در اونجا بود. درسته بله. و دیگر این که ایران بیش از 100 نفر از اتباع خودش رو در خارج از کشور ترور کرده و همینطور هم از طریق حزب الله، یعنی ایران متهمه که اون جنایتی که در آرژانتین علیه یک مؤسسه یهودی ایجاد شد شرکتی داشته. اینه که در داخل خود آمریکا به شکلی که بعد از به اصطلاح 9/11 11 سپتامبر مطرح بوده نه، ایرانی دخالتی نداشته، ولی از اینکه ماهیت رژیم ایران یک رژیم تروریستی است بر ضد مردم خودش اون قابل فهمه که میاد توی لیست استیت دیپارتمنت. ولی فاجعه تصمیم آقای ترامپ اینه که اومده تصمیمی علیه مردم ایران گرفته، یعنی اومده تصمیمی گرفته که بر ضد کسانی است که خودشون دشمن این رژیمن. شما امروز توجه بکنید که ایرانیایی که در آمریکا زندگی میکنن اکثریت قریب به اتفاقشون با ماهیت این رژیم از بی خبر مخالفن. ممکنه بین خود ما اختلافات بینشی و تحلیلی و حتی ارزشی وجود داشته باشه، ولی از این که آخوندا در ایران حاکم و جامعه باشن واقعا یک وحدتی از اون چه وجود داره. و همینطور در داخل کشور اینه که کسانی که از ایران میخوان بیان آمریکا تحت هیچ عنوانی خطری برای آمریکا نیستن، بلکه در واقع خود رژیم میتونه استقبال بکنه از این، یعنی بیاد باز از این استفاده بکنه تو جامعه ایران بخواد تبلیغات ضد آمریکایی رو گسترش بده که این رو بونه به عنوان ضدیت آمریکا با اسلام معرفی بکنه، در حالی که اصلا اکثریت بزرگ ایرانیایی که در آمریکا زندگی میکنن مسلمان به اون معنا نیستن، متولد شدن، ولی به این معنا که بخوان مسجد و نماز و روزه و حسن و حسین و عاشورا بین ایرانیای خارج از کشور بسیار بسیار محدود و ناتیجه. چرا این کار کرده؟ تنها دلیل منطقی که میتونیم براش پیدا بکنیم دقیقا همون بود که اول زدم، چهره رژیم ایران در آمریکا بسیار منفور و بسیار منفیه و یه سیاستمدار فرصت طلب مثل آقای ترامپ برای استفاده از این افکار عمومی ضد ایران میاد میگه که ایرانی‌ها
جلوگیری بکنه از ویزیت کردن ایرانیا به آمریکا. تنها دلیل منطقی که میتونه داشته باشه اینه، وگرنه هیچ ارتباطی با واقعیت نداره، هیچ ارتباطی با مبارزه با تروریسم نداره و در واقع کمکی به رژیم ایران و نوعی ضدیتی با مخالفین رژیم ایران در داخل و خارج کشوره. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر فرهنگ. اگه موضوع دیگری در نظر دارید در یکی دو دقیقه که فرصت هست بفرمایید که بعد دیگه من رفع زحمت بکنم. خواهش میکنم. سوالاتی که واقعا شما مطرح کردید، در خاورمیانه بسیاری کشورهایی که به اصطلاح بازیگران شدن همشون موازی دارن که در تعارضه، خیلی در تعارض. اصلا در از یک طرف ترکیه میخواد که بشار اسد از بین بره، ولی در ضمن نمیخواد که مثلا کردهای سوریه قدرتشون زیاد بشه. آمریکا، روسیه، تمام این کشورها گرفتار تضاد و تناقضن و به نظر من هیچ یک از این کشورها راه حلی که برای جملگی قابل قبول باشه نداره. و اگر امیدی برای پایان دادن به این فاجعه عظیم سوریه باشه، فاجعه‌ای که در تاریخ منطقه بی سابقه است که 11 میلیون انسان آواره بشن، بیش از 2 میلیون انسان زخمی بشن، 500 هزار انسان بمیرن در این جنگ و همه این جنایات به وسیله خود رژیم فاسدی انجام بشه که مورد توجه و مورد حمایت ایران و روسیه بوده، چجوری اینها میتونه فقط به فقط از طریق سازش، از طریق کامپرماز و از طریق همکاری بین آمریکا و روسیه است که این فاجعه میتونه خاتمه پیدا بکنه؟ آیا میشه یا نه؟ این رو فقط آینده میتونه. خیلی متشکرم آقای دکتر. آخرین سوالم رو حضورتون مطرح بکنم. وقتی اشاره کردید به این تعارض، تعارض بین حتی کشورهای منطقه هست، منظورتون این بود؟ کل اینها. بله بله. یعنی علت اصلیش هم اینه که کشورهای منطقه هیچ کدومشون، تنها کشوری که در منطقه از مشروعیت سیاسی و مشروعیت ایدئولوژی کامل برخورداره، اسرائیل. و بعد از اسرائیل امید ما این بود که ترکیه است، ولی در ترکیه هم با نهایت تأسف آقای اردوغان میخواد قدرت مطلق اونجا بشه و با این رفراندوم اخیری که گذشته عملا اگر این رفراندوم به تصویب برسه که به احتمال زیاد میشه، ترکیه هم به یک کشور استبدادی تشکیل میشه. یعنی ما در خاورمیانه رژیم هایی داریم که اینها از مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی برخوردار نیستند و پر از فسادند و برای بقای خودشون دست به هر اقدام و کاری میزنند. این فاجعه‌ای که در خاورمیانه ایجاد شده در مرحله نهایی ریشه در فرهنگ و سیاست و تاریخ خود این کشورها داره و در مرحله نهایی پاسخ به این فجایع تعارضات هم از درون خود این جوامع میتونه بیاد. نه فقط این که بگن ما چی نمیخوایم، که ما گفتیم در ایران، مصری ها هم گفتن، این که ما چی میخوایم و برای اون خواستن چه نوع سازش و همکاری بین گروه های متنوع میتونه انجام بگیره. تاریخ ما در تاریخ منطقه امروز در یک واقعا بحران فاجعه باری گرفتاره که پاسخ به سوالات و مسائل فقط از خود این جوامع میتونه بیاد. جناب دکتر منصور فرهنگ، بی‌نهایت سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. امیدوارم در آینده نزدیک مجددا بتونم از حضورتون در برنامه استفاده بکنم. از جناب علی خداحافظی میکنم، از بینندگان گرامی که با ما بودن خداحافظی میکنم، منتظر نظراتشون هستم از طریق ایمیل، از طریق تماس با تلویزیون. و تشکر مخصوص دارم از سپهر خسروی عزیز. روز و روزگار به شما خوش.